سلام خانم منی اعتماد، شنیدم راجع به فرش میخواین یه فیلم کوتاه بسازین. یه فرش سه‌بعدی هست که بر اساس سردر مسجد امام اصفهان بافته شده که در نوع خودش واقعا بی‌نظیره. یه جوون به اسم آقای احمدی طراح و سازنده این فرشه که اگر شما مایل هستین قراری بذارم با ایشون صحبت بکنیم. ببینید خانم منی اعتماد، قسمت اون در اینش به هم دوخته نشده. میفهمید یه سر است اصلا هیچ جاش روپو نشده، هیچ جاش دوخته نشده، پارگی وجود نداره، برجستگی داره، برآمدگی داره، فراز و نشیب. من کارت بافند طبیعتا اصلا نمیدونستم چی دارم میبافم، منم هیچ چی بهشون نگفتم. فقط یه جمله میتونم بگم تو تاریخ 5000 سال فرش بافی منحصر به فرد. رابطه من با فرش سه‌بعدی سردر مسجد امام اصفهان از جلسه دیدار با آقای احمدی شروع شد. آقای احمدی راجع به جزئیات ساخت و ابداع دار و طراحی نقش توضیحات زیادی داد. گفت شروع طراحی این فرش از 7 سال پیش بوده. اینکه جوونی در 17 سالگی اقدام به چنین کاری کرده برای من و آقای حشمتی کارشناس فرش شگفت آور بود. آقای احمدی گفت که فرش در ابعاد 1/4 سردر مسجد امام به طول 6.20 متر، عرض 6 متر و عمق 1.10 متر بافته شده. چون من اغلب طراحا رو میشناسم از این نظر، مثلا در نامی اصفهان چی شد اصلا فکر کردیم این کار رو بکنیم؟ چون قبلا هم کار فرش نمی‌کردیم. نه که نمی‌کردم، ممنونم که بلد نیستم. چون در جاه طلبم زده. آقای احمدی گفت که فرش در صندوقخانه منزلش در اصفهان. در تدارک سفر برای دیدن فرش بودیم که یه پیام تلفنی دیگه برنامه ما رو تغییر داد. خانم بنی اعتماد، در مورد فرشی که میخواییم فیلم بسازیم گویا اشتباهی شده، چون طراح این فرش پدر من آقای اکبر زرینقشه هستن که در اصفهان زندگی میکنن. دلم پیش دیدن فرش بود و ذهنم متوجه خطری که آقای احمدی کرده بود، چون در تحقیق بیشتر درباره این فرش هیچ جا به اسم او بر نخوردم. اینم به این دلیل که برای دیدار با آقای زرین نقشه به اصفهان رفتیم. او میگفت که به دلیل رکود کار طراحی فرش کلاس آموزش نقاشی و قالی بافی دایر کرده. اولین سوالم چگونگی نقاشی سردر مسجد امام بود. این نقشه آشنایی که با این سبک نقاشی‌ها به خصوص این قسمان سردر مسجد امام داخلش داشتم، میشد شاید من از کامپیوتر استفاده کنم، ولی نه، من این کار رو به سبک خود قدیمش. فرض کنید شما این زمان صفویه رو همونطور که اینجا ساختن گفته باشن فرشش هم میخواید. نظر آقای زرین نقشه رو در مورد فرش بافته شده میپرسم. نمیتونم الان نظری بدم به دلیل اینکه تمام شدهش متاسفانه تا این لحظه ندیده است. آقای زرین نقشم احمدی رو نمیشناخت. گفت نه فقط فرش بلکه فکر و ایده ساخت اون هم فقط متعلق به آقای رضا عمرانیه و نه هیچ کس دیگه. برای دیدن آقای عمرانی به دهنوی اصفهان رفتیم، در حالی که از تلاش او و خانواده‌اش برای ساخت فرش سه‌بعدی حرفای زیادی از آقای زرین نقش شنیده بودیم. حال شما خوبه خانم؟ ببخشید ما این موقع صبح مزاحم شما شدیم. پیش از هر چیز می‌خواستم بدونم چرا آقای عمرانی دست به ساخت چنین فرشی زده. راست این جوابی که من میتونم بدم اینست که بگم نمیدونم. میدونید چرا؟ ما یه عقل داریم، یه خیال داریم، یه حافظه. خیال عقل رو گول میزنه، عقل میگه نه نمیشه، ولی خیال میگه برو جلو. کی میگه نمیشه؟ از خانم عمرانی که به همراه بقیه زنای فامیل فرش رو بافته میپرسم که چند سال بافت اون طول کشیده. بافته 4 سال. چند نفر بودیم؟ حدود 14 نفر. رنگ کاشی‌ها را پایین اونجا مستدف بافتیم، یه تقریبا 5 ساعت میبافتیم. آمیمت میگفت این رنگ جواب میده، جواب کاشی میده، برخش میشکافتیم، دوباره میرفت رنگ درست میشکافتیم. همجا پر میکشتیم، با شاگردم میخونیم، هرچی بافتیم چله شد، پای تختم کپه شد. کنجکاوی دیدن فرش بیشتر می شد در حالی که هنوز دلیل کاری که آقای احمدی کرده بود برامون روشن نبود. آقای عمرانی، یه فیلمه می خوام ببینیم شما. نظرتون رو راجع به این بگین اگه میشه بذارین تو دست با. خیلی داره برموز خری خودی ما. یه دونه کاشی هم جا نگید بوده.
فقط یه جمله میتونم بگم تو تاریخ 5000 سال فرش بافی منحصر به فرد. یه متخصص فرش، یه ستاره فرش، پشت فرش من قرار بگیر میدونم چرا. اصلا نگرم نیستم، قطع از هم نیستم، چون اگر ماهر ترین فرش بافی ایران 6 ماه جلوی از هم قرار بگیرم قطعا یه زیر بودش رو بدنم، قطعا بدنم. میتونیم بریم روی فرش؟ بیا اینجا بیشی فرما ببین داره اکشن میشه. آقای عمرانی میشناسید این آقا رو؟ من این صداش رو شنیدم تلفنی اما خودش رو ندیدم. هم به نوعی اسپانسر هم بود، هم خیلی کمکم کردیم تمام مرا بود و با پندارم خوب چون ایشون فرش بافه ما این فرشی مونست اما این چیست که میگه مثلا توضیح بیده که چطور شده سکر نه تو اینش مونم این سمو سبتا بونه گلند کار میشه و دستمان دارش خراب شده ما اصلا این میگه دارش او دار خراب شد میگم اصلا دار کجا بیده دست که تو ببینی یه دار خود آبه ببینه چی چی سطح نفاش کردن این ما بود فریدون داشت بزرگیم چشش پور شد از بستوش کنی بس که بدن جوش کاری کنن اینه میریختن به هم داوره جواب نمیداد اینه برای میگفت این چه شنچ کنی اون چه شنچ کنی چی کار اینه تی خونه چهن یه پیر بزن خدا بیا مرز بیدون اونجا بی به چه بیدون انقدر هنچ که نمیدن فرق کنی کشی کنن دعا آقای عمرانی گفت که این اطلاعات رو نه فقط برای آقای احمدی، برای همه کسانی که در چند نمایشگاه به دیدن فرشش آمده بودند با میل و علاقه توضیح داده. درد دل او زیاد بود. کار سخت، سرمایه گذاری چند سال وقت و بدهی های پرداخت نشده به امید ساخت اثری موندگار. گفت 2 سالیه که فرش پیچیده در بخچه در صندوقخانه منزلش بلا تکلیف مانده. بالاخره برای دیدن فرشی که فقط راجع به اون شنیده بودیم به گورستان خارج شهر میریم چون برای این کار فضا و مقدماتی لازم بود. آقای عمرانی تلفنی با آقای احمدی گفتگو میکنه و قرار دیداری برای همون روز میذاره. زمان میگذره ولی از آقای احمدی خبری نیست. آشنایان برای برقراری ارتباط با آقای احمدی به Number is